داستان‌های حسود دیگران را آزار می‌دهد و خود را شکنجه می‌کند. باز هم خوش آمدید میگم شما عزیزان. ما امروز موضوعی که انتخاب کردیم در برنامه حسادت یا حسود بودن یا بخیل کردن با دیگران هست که فعلا در جامعه ما خیلی بیشتر میان افراد میان خانواده و سایر افراد دیگر این صفت در وجودشان هست و این صفت خیلی یک صفت یا خیلی یک عمل زشت هست که حتی خداوند جل جلاله این صفت یا این عمل به این برابر میکنه کسی که حسود باشه به میان است که ایمان خود به هر حسودیتش چی میکنه میخوره بالاخره ضعف ایمان یا ضعیف شدن ایمان رو میشود که در این بخش ما میمان خیلی خوب در بانا با ما هستند آقای غلام علی اسماعیلی کارمند دیدبان شفاعت افغانستان است و سلام و صبح بخیر تقدیمشان میکنیم در برنامه ما خوش آمدید. سلام و صبح بخیر. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نسعین انه خیر الناصر و معین و درود و عرض ادب و احترام خدمت شما و دستاندرکاران برنامه تان و بینندگان تلویزیون شما. امیدوارم که صبح به خوبی و خوشی آغاز کرده باشند. تشکر باز هم شما را خوش آمدید. سلام. آقای غلام علی اسماعیلی میشه در آغاز کلیات در مورد خود حسادت بگین که حسادت خودش چیست؟ اول یک حدیث از حضرت بهترین عالم صلوات الله علیه ها یک حدیث من برتان نقل میکنم که اون پیامبر اکرم بهترین گوهرشناس عالم میگه چهار تا گوهر یا چهار تا جواهر در این عالم هست که چهار چیز را نابود میکنه. یکیش میگه عقل است که غضب یا عصبانیت میگه او را نابود میکنه. دومش دین است. دین اینمی که ما و شما میگه ما مسلمان هستیم شامل هم دین میشه که میگه این را حسد نابود میکنه. و سومش هم میگه حیا است که طمع او را نابود میکنه. و چهارم میگه عمل صالحی که یک نفر انجام میده که او را غیبت از بین میبره. فعلا سه دیگه‌ش هم میمونیم میایم در سراغ حسد. حسد چی است؟ یک تعریف باید از حسد داشته باشیم. روانشناسای امروزی میگه حسد چیزی است که ما یک نعمتی را در وجود یک کسی ببینیم و توان تحمل از او را نداشته باشیم. بله. یک موفقیت در وجود یک کسی ببینیم ما او را نداشته باشیم و توان تحمل از او را نداشته باشیم. مثلا من سخنگوی یک شورا هستم یا در بسیاری جاها سخنرانی میکنیم، یک سخنران بهتر از من میاد موضوعات خوبی نگفت میگم. خوب صحبت کرد موضوعات آموزنده نداشت. ای آنان برمیگرده با ما حسادتی که در وجود ما بود. این انسان های حسودی تو نیست که در مقابل همی 7 میلیارد نفوس زمین حسادت داشته باشه. حسادت صنفی هست میگن. شاید یک انسان در مقابل بسیاری از مردم حسادت نمیکنه، اما در مقابل یک نفر باجیش هست حسادت میکنه. یک دختر در مقابل دختر خالیش حسادت میکنه، همباغ در مقابل همباغش حسادت میکنه. یک نفر برایش میگه که این بچه همباغ چقدر باهوش هست، چقدر قوارشت که کم دیوانه واری نمیخوره میگه. بله. یک دختر 30 ساله شده تا یک خواستگار هم نداره، اما خدا خواسته دختر خالیش 22 ساله است در ازدواج میکنه. میگه دختر خالیت ازدواج میکنه؟ من اگه او رقم ازدواج ها میکردم حالا 8 تاشوی گرفته بود. ریشیش برمیگرده به حسادت. بسیار حسادت همونطور که شما در اول برنامه تان گفتین حدیث دیگه ای از پیامبر اسلام است. میگه حسادت چنان طور ایمان انسان را میخوره که آتش هیزوم را میخوره. دقیقا. وقتی ما شما هیزوم را آتش میدادیم تبدیل به چی میشه؟ خاکستر. خاکستر. پس دین انسان را خاکستر میکنه حسادت. سررشتی بسیاری از تهمت ها حسادت است. بسیاری از تهمت ها. یک نفر بسیار استعداد دارد، تلاش کرده، ظرفیت سازی کرده، رفته یک جا یک وظیفه را گرفته. فرض میکنیم از طبقه اونا است. رقیبش تحمل نمیتونه. حالا خدا میفهمه چی رقم گپا داشت که او را کامیاب کردن. ما را چرا کامیاب نکردن؟ بسیاری سرمنشه بسیاری از تهمت ها کارهای بد حسادت است. خصوصا در بین جامعه ما افغانستان
خیلی هی زیادتر شد رفته جس میشه گفت دو دوست دو رفیق با هم میشه حسادت بکنه، دست های کاری کارمندا به یک دیگر حسادت میکنه. خلاصه در هر مکانی که یک چهار پنج نفر یک اجتماعی وجود داشته باشه طبعا در اونجا حتما حسادت وجود داره، به خاطر از اینکه ما بتانیم حسادت از بین بریم و تا اندازه بر دیگرا بفهمونیم که حسادت چقدر یک مشکل بزرگ و صابر چی مشکلات در زندگی ایجاد میکنه، خواستیم که روز موضوعش بگیریم و به امید از اینکه شما همچنان سخنان خیلی بهتر با متن از ما شریک بسازین که این صفت حسادت از وجود خود از بین بره. شما ابتدا ببینین که یک حسود چی چیزی را، یک حسود خودش ببینه که چی چیزی را به دست آورده با حسادت. بله، من که مثلا به دارایی یک نفر حسادت میکنم، فلانی خانه خریده، فورا میگم که اگه من او رقم حلال و حرام سعی نمیکردم مال 10 تا خانه داشتم. به جایی که این رقم حسادت خود بروز بودم، یک لحظه من فکر کنم که با این حسادتی که من نسبت به بقیه انجام میدم، میگه یکی از دلیلای این روانشناسا میگه یکی از دلیلای که یا یکی از ویژگی هایی که حسادت نشان میده، میگه موفقیت دیگرها را کم رنگ جلوه میکنه یا که او را شانسی میگه. فلانی نفر در کنکور کامیاب شده، والا خوب استعداد داشت، خوب درس خونده، نه او در چانس کنیاشت چانس آورد، یا نه بچه کاکایش مچم سوالا را از کجا پیدا کرده برش رسان، اگر نه در زندگی در کامیاب نمیشد. دقیقا یکی از دلایلی که میگه که انسان ها حسادت میکنن همیشه، باعث بیماری های جسمی میشن. یک دانشمند، یک روانشناس میگه بیماری های روانپریشی ریشه عصبی داره، که نام از او بیماری نمیگه سایکوسوماتیک. میگه کسایی که حسادت میکنه همیشه خدا اینا میگه که در عذاب هستن، والا اینا چرا فلانی خانه خرید، من خانه ندارم، یعنی 20 سال اجاره نشین هستم، فلانی موتر خرید، همه اینا میگه زندگی مختلف هستن، میگه زندگی را برای خودشان بسیار تلخ میکنن. و امی حدیث دیگه ای که میگه الحسود لا یسود، این معنایش نمی است که حسود هیچ وقت آسوده نیستن، همیشه دم فکر اینمی هست که چرا او داره من ندارم، چرا ای تو شده من نشدم. قسمه که ما باید از اونا که پیش باشم، امی حسادت یا حسود بودن قسمه که از دیگران را آزار میده، آزارتان بسیار گزینه کمتر است، اما خود را همیشه شکنجه میکنه، همیشه خود در پای شکنجه کردن خود است، این بسیار بدتر است، دیگر را اذیت نمیتونه. چرا که انسان حسود وقتی که در جامعه انسان حسود زیاد صحبت کردن اونا مشخص میشه، مردم هم توجهی بر از اونا نمیکنه. کسی که مثلا از موفقیت تحمل شنیدن موفقیت یک نفر نداره، تا میگیم شنید فلانی مثلا این تو مقام علمی را گرفته، دیگه گپ کم است، بیا گپای خود ما را بزنیم. یا که چی میکنه دو مسلمان خودش تا بالاش میگه که اون رقم بود، این رقم غیبت، غیبت هم به این میشه که اون شخص دوباره بشنه و دوباره آزار ببینه. بیشتر از اونها که در خودشان صدمه میبینه. یکی از همه ویژگی هایی که حسود است یکی که بین مردم میگه عزت جلال آبرو چی نداره، زیاد مردم برش اهمیت نمیتن برای آدم حسود. دیگه دلیلش اینه که حسودا همیشه خودشان به بیماری های جسمی از قبیل میگه زخم معده، کمر درد، دست درد، پای درد، کیریشه های عصبی داره مبتلا میشن. به جای اینکه اینا فکر کنن که والا چرا او داره من ندارم، چرا بیا بشینه یک دفعه برعکس همی فکر کنن، خدا برای از او داده برای من بده، خدا بیشترش برای ما بده، خدا برای از او داده شاید توان داشته، تلاش کرده، بیشتر از ما کوشش کرده. متاسفانه این رقم نیست در جامعه امروزی. نه تنها که بعضی ها میگه که الحمدلله ما حسود نیستم، میگه حسادت اگه ویژگی هایش بگیم شاید بسیاری از نفرها حسادت داشته باشن، شاید خودم هم حسادت داشته باشم، مثلا در خانه شاید ششته باشم، یک وقت اما فرزند ما بگه یک ولا مثلا باجه ما بگه یک تلویزیون خریده، او را یک نفر تمام شعبه برش توفا آورده بچه دقیقه. بله بله، همه رقم است.
خب آقای عثمانی، سوال بعدی ما در قسمتی است که حسود اگر بخواهه امو حسود بودن خود از وجود خود خارج کنه، یعنی از وجود خود گم کنه، چقدر مدت در بر میگیره و چی باید کرد؟ در این مورد هم دانشمندان میگه کسی که میخواه از امی افیون حسادت دوری کنه، میگه کارهایی که یک حسود میکنه برعکس زور انجام بده، یعنی عکس امورا برعکس از زور انجام بده. مثلا یک حسود از موفقیت دیگران هیچ خوشش نمیه، میگه شما عمدن در مورد موفقیت دیگران صحبت کن، حالا فلانی کامیاب شده، نوش جانش، خوب درس خوند، خوب کوشش کرد، تا میگه با اینکه قلبا راضی نیستی، بله، در ظاهر میگه تو کوشش کن که برعکس هم آدمای حسود تعریف از او را کنی. چند سال ازدواج کردین، فرزند ندارین، اولاد نداده، خدا قسمتتان نکده، اما مثلا یکی از دوستایتان سال اول ازدواجشان یک طفل دخانیشان شده، میگه که شما یک توفه را بگی برو در دیدنشان تبریکی، با اینکه شاید بسیار سرتان فشار بیه، میگه این یکی از چیزایی که زندگی را زیبا میکنه، یکی میگه یکی شما را پیش مردم بسیار محبوب میکنن. پس کارهایی گفتیم که حسودا انجام میده، اگر بخوایم همین حسادت درمان کنیم باید کارهای عکس از او را انجام بدیم، بریم در تبریکی کسی عمدن هر جا از موفقیت دیگر را صحبت کنیم، خوب از تلاش کرده، زحمت کشیده و امروز به اینجا خود رسانده، خوبه که ما هم تلاش کنیم، کاش که من پشتکار فلانی را می داشتم، تلاش و پشتکار از او را می داشتم، کاش که من استعداد فلانی را می داشتم، به جایی که بسیار موفقیت از او را سطحی نشان می دهیم. خیلی خوب، از دید شما های همی حسادت یا حسد کینه و کدورت در دلهای انسان جاگزین میکنه، یا ای که بی‌نظمی و همچنان بی‌اتفاقی در اجتماع، در خانواده و در سایر محلات کار؟ قطعا شما هر وقت یک موضوعی را که مطالعه میکنیم و پیشینه تاریخیش هم میریم یک دفعه، بله، مثلا شما اینجا در تلویزیون کار میکنین، شاید یک وقت در پیشینه تاریخی همی صدا و سیما و اینا هم برین ببینین که در اول چه رقم همی صدا و سیما به وجود آمد و چه رقم گسترش کرد، روز به روز امروز جهانی شده. بله، در ریشه حسادت اگر بریم که عوارض از چی بوده، در ابتدای وجود یا به وجود آمدن بشریت از آدم و هوا که بگیریم، قابیل و قابیل بر اساس حسادت یک برادر کشی کردن. بله دقیقا، قابیل قابیل که کشت به خاطری که حسادت کرد، نظری از او پیش خدا قبول شد، نظر قابیل قبول نشد، از این نشد او را کشتن. یک حسادت باعث این شد که یک بیادر بیادر دیگه شد بکشن. بعد از او همونطور که بیاین در زمان حضرت یوسف و بیادرایش، به خاطری که حضرت یوسف نزد یعقوب پیامبر محبوبیت داشت، حسادت باعث شد که یک طفل خرسار بیادرایش در چاه بندازه و او را در بردگی بفروشند. وقتی ما شما در خاندان نبوت و رسالت سعی میکنیم که حسادت باعث چه رقم حوادث که جهانی شده، حوادث بزرگ و جنایت شده، خب طبیعی است که ما و شما بسیار پایین تر از او سطح هستیم، از او سطح فهم، درک و دانایی، و قطعا عوارضی که ما و شما به وجود میاریم بیشتر از او هستن. دقیقا، و همچنان یگانه عامل اصلی که در جهان یا در کل قتل صورت گرفت همین حسادت ها گفتن، که همین قسم که نو پیشتر گفتن قابیل حابیل به قتل میرسانه، یعنی میگن عاملش همین حسادت بودن، اولین قتل هم به اثر حسادت شده. خب میتونی بگوین که همین کسی که حسود هست و چقدر میتونه در باعث همین کارهایش عقبانه و از زمان خود در حسودیت بگذرانه؟ میبینید پیش بردن کارها و برنامه های روزانه نیاز به یک ذهن آرام و خالی از مشوش داره. وقتی که شما ذهن خودت به چیزهای بسیار الهی یا پوچ و کمارزش مشروش بسازید، مثل از این یک نفر یک مثال داده بود، میگفت که فکر ما درگیر کار فلانی است، فلانی برای ما این رقم گفته بود، یک وقت فلانی این تو کار کرده، باز این نفر گفت که یک دو کیلو پیاز بگیر در یک دسمال یا بخچه همون قدیم که بوده، گفت این را
در پیشت باش همیشه بگردان. این استادش یا همه پیرش بود و شاگردش بود، میگه این رفت بعد از یک هفته آمد گفتیم این پیاز ها یکم نرم شده، استاد گفت باشه تو در خصیش نش، هر جای کرفتی همین پیشت باشه، پشت هر کارت هم کرفتی و قبض نداره. میگه رفت هفته بعد آمد استاد گفت اینا خراب شده، گفت این نیست که برو تو هم کارمورایت. یک دو سه روز بعد استاد گفت بسیار بویم اتا من اینجا رفتن نمیتونم قطع ازی. گفت و نمو افکاری که در ذهن تو است، حسادت و بخل هایی که نسبت به واقعیت در ذهن تو است، مثل نمی بوی پیاز است، تو را چه آزار میده؟ علاوه بر ازی که میگه تو را آزار میده، نمیمونه که در کارهایت برسی باعث آزار اذیت دیگر ها هم میشن. پس میگه همی تو که همی پیاز ها را حالو میبری و سمیندازی و نمو افکار را از ذهن تو صدور بساز. بله یک مثال بسیار خوب خوبه بود. بله همیشه امی علایم حسادت رو بگین که ما چگونه بفهمیم، قسمی که چند دقیقه پیش هم شما بیان کردین که بیشترین افراد هست که حتی خود ما همچنان باشیم یه حسودیت در وجود ما باشه، پس ما زمانی که اگه انسان هم بشناسیم که تا چی اند حسود از در مقابل او را از کدام صفات و کدام علایمی که در وجودش باشه ما از طرف از او بشناسیم که شخص طرف مقابل ما حسود است. من گفتم پیشترم بهتون حسود کسی هست که اول تحمل خوشی، خوشبختی و موفقیت دیگران را نداره و اگر تمامی موفقیت دیگران را وقتش برش رسانده بشه این امی سختش است برش، بسیار سختی میکنه که امرو بشنوه. دوم سعی میکنه که موفقیت دیگران را چانسی جلوه بده، والا چانس آورد. بله بعدن باز تلاش و کوشش داره که موفقیت دیگر را بسیار ناچیز جلوه کنه. هیچ چیزی نیست میگه نفر رفته میگه یک مدال گرفته ای دور رشته که اوخر رقابت داشت دو نفر بود در پیش رویش مدال گرفت، اگر دیگه مرد بود میرفت اون در رشته فلان میرفت مسابقه میداد باز اون مدال میورد. موفقیت ها را بیشتر چانسی یا با واسطه میگه به دست آورد یا که مثلا او اهمیت نداره و خب بسیار کم توجهی میخواه نشان، در حالی که قلبن بسیار درگیر هم موضوع است. چرا گرفتم مگه؟ کاش که من میبودم میگرفتم. بله. اما بسیار سطحی و کم ارزش نشان چیزی نیست مگه. خیلی سپاس، تشکر از شما و خیلی خوشحال هستیم که از این دعوت ما رو پذیرفتیم و برنامه حاضر شدیم و صحبت های خیلی خوبی رو داشتیم و میشه در آخر برنامه، البته در آخر قسمت مهمان که شما را دعوت کردیم، در آخر میشه پیام کوتاهتان بر تمام میده هایی که امیل از شما را تماشا میکنن بگوید. من پیام ما به بینوندگان عزیز تلویزیون بگی است که سعی کنن از حسادت دوری کنن. بله. چرا که حسادت همانطور که ریشه دین و ایمان خاک و پودر میکنه یا خاکستر میکنه، باعث آزار و اذیت خود از اینا و فامیل از اینا هم است. و سعی کنن همیشه کارهایی را انجام بدن که یک حسود انجام نمیدن، کارهای برعکس یک حسود انجام بدن. کسی موفق شد برش تبریک بگه، خوشحال شو از موفقیت دیگرا و انمی خوشحال شدن از او از موفقیت دیگرا باعث محبوبیت او در درون جامعه میشه. و اگر کسی میخواه یک محبوبیت درون جامعه داشته باشه باید از حسادت بسیار دوری کنه. تا میشنم یک دوستش یک وظیفه را گرفته، به جای از اینکه بگه والا اونو تو رقم واسطه داشتن واسطه کردن گرفتن، خودش اولین نفر باشه برش تلفن کنه یک تبریکی بده. بله خیلی تشکر و سپاسمندی میکنم از اینکه امروز مهمان ما بودین. خواهش می‌کنم.